خوردن و آشامیدن از کتاب پیامبر اثر جبران خلیل جبران برگردان حسین الهی قمشه‌ای کاش ممکن بود که شما از عطر زمین تغذیه می کردید و همچون گیاهان هوازی تنها با نور پرورش می یافتید. اما اکنون که شما برای زیستن باید به کشتن تن در دهید و کودک نوزاد را از شیر مادرش دور کنید تا تشنگی خود را فرو نشانید، بگذارید این کار شما یک عبادت باشد. بگذارید تخته کشتارگاهتان محرابی باشد که آنجا پاکان و معصومان دشت و جنگل را به خاطر گوهری در آدمی که از آنها پاکتر و معصومتر است قربانی می کنید. وقتی حیوانی را ذبح می کنی در دل با او بگو: همان نیرو که تو را می کشد، من نیز با همان نیرو کشته می شوم. من نیز فنا خواهم شد، زیرا قانونی که تو را در دست من نهاده است من را نیز در دست نیرومندتری خواهد نهاد. خون تو و خون من شیره است که درخت آسمان از آن رشد می کند. و هنگامی که سیبی را با دندان می شکافی در دل با سیب بگو: دانه های تو در وجود من زنده خواهد ماند و جوانه های فردای تو در قلب من شکوفا خواهد شد و عطر تو نفس من خواهد بود و ما با یکدیگر در تمام فصل ها وجد و شادی خواهیم کرد. و در فصل پاییز وقتی انگورهای تاکستانت را میچینی تا از آن شراب بیفکنی، در دل با خود بگو: من نیز تاکستانم و میوه من برای شراب فشرده خواهد شد و من نیز چون شراب نو چندی در خمهای ابدی نگاه داشته خواهم شد. و در زمستان وقتی شراب را از خم به قدح میریزی، بگذار در دلت برای هر جام آوازی و آهنگی باشد و بگذار که در این آواز یادی از ایام خزان و یادی از تاکستان و یادی از فشردن خوشه های انگور در میان آید. چون می از خم به قدح رفت و گل انداخت نقاب، فرصت عیش نگه دار و بزن جامی چند. سنما تو همچو آتش قدح مدام داری، به جواب هر سلامی که کنند جام داری.